و دشمنان. ایوب نگرانه. یعقوب تونست فقط نصف گله ما رو پیدا کنه، بقیه رو یا دزدیدن یا پراکنده شدن. ایوب خیلی نگرانه، میگه اگه به موقع نتونیم بفهمیم چه کسی بهش حمله کرده، برای سفر به انطاکیه پول کافی نخواهیم داشت. نمیدونم چی کار کنیم. خیلی سخته که ببینیم یکی از عزیزانمون رنج میکشه. سخته؟ واقعا از اون افراد متنفرم. سارا، باید بدونی که نفرت فقط به خودت صدمه میزنه. یه جوری باید اونا رو ببخشی. میدونم، اما گاهی نمیخوام کاری رو بکنم که باید بکنم. آه، میدونم سخته. ریفکا، کجایی؟ ریفکا، امروز با حاکم ملاقات دارم. شما کی هستی؟ هارون، این دوست من ساراست. یکی دیگه از دوستات. ریفکا، اگر اون میکای رزل اومد دنبالم، حتی در رو باز نکن. اون دروغگو و دوسته. نمیخوام بیاد اینجا، نمیخوام. این افراد تنها چیزی که میخوام پوله. سارا، هارون، با من بحث نکن ریفکا. میخوای اون مردو ببخشم؟ حرفای مذهبی تو به درد زنا میخوره. من تو دنیای واقعی زندگی میکنم، دشمنمو میشناسم. فراموش کردی که با من چه کرد؟ میکا فقط حتی درو هم باز نکن ریفکا. در ضمن مراقب این دوستات هم باش. خدا نگهدار. هارون، ممکنه دیر بیام عزیزم. آه عزیزم، خیلی متاسفم. نمیدونم چی بگم. من شوهرم رو دوست دارم، براش دعا میکنم، اما گاهی اوقات آدم سختی میشه. تو مثل مادرم حرف میزنی. خاله ریفکا، سارا همین حالا بیا پدر برگشته. برگشته؟ اما اون فقط 3 ماه رفته. اتفاق بدی افتاده. چشماش. چشماش. آه خاله ریفکا، میتونه لطفا با ما بیا؟ بله البته. متشکرم. عزیزم، اینجا یه دارم خواب میبینم. بله، اینجام. تو خواب نیستی. بله، باها چی کار کردن؟ این یه اتفاق بود لیلا. بریده های سنگ پرید و چشمامو برید. موسی، چشمات؟ اتفاقا پشت سر هم افتاد و چشمام عفونت کرد. و اگه به خاطر لطف پسری که تو حیات نبود، اون منو آورد خونه. ما باید ازش ممنون باشیم. کاش حالم خوب بود و براش غذا درست میکردم. نه، دخترامون بهش میرسه. مریم رفته دنبال سارا. پدر سارا. اونا پا نشی. آه پا نشو.
خدا رو شکر که اومدین خونه پدر. لطفاً بشینین. بله. اون کیه تو حیاط؟ اون تیتوسه. باید بهش قضا بدین. اون منو آورد خونه. اما پدر، اون یه سرباز رومیه. بله، بله میدونم. اما اگه کمک اون نبود من هنوز در بیروت بودم و حالم از این چیزی که الان هستم بدتر بود. من زندگیم مدیون این سرباز هستم. حالا شما میخواین که تو این خونه بهش قضا بدی؟ بله، تو این خونه. بله پدر. اما پدر، یه نفر باید به چشماتون برسه. خاله ریفکا اینجاست، اون میتونه بهشون نگاه کنه. اون زن اصلا امکان نداره. ترجیح میدم بمیرم. موسا، اگر اون نبود من مرده بودم. خودت هم اینو میدونی. مادر، اون اینجاست. ای پیر مرد کل شق، حاضری تو خونت به یه سرباز رومی غذا بدی اما نمیخوای به زن خوبی مثل ریفکا خوش آمد بگی؟ شوهرش هر کی میخواد باشه، خودش زن خوبیه و بهترین دوست ماست. پدر، خیلی خوشحالیم اومدی خونه. حالا بذار بهت برسیم. بذار خاله ریفکا بهت کمک کنه. نمیخوام اون زن بهم دست بزنه. لازم نیست بهتون دست بزنه پدر. فقط بذار چشماتو ببینه. خاله ریفکا، خیلی متاسفم. ناراحت نباش عزیزم. میفهمم. لطفاً نرین. گفت میتونین معاینش کنین، فقط بهش دست نزنین. میتونم بانده رو بردارم و شما معاینش کنین. باشه، میتونیم سعی کنیم. این درد داره پدر؟ نه، نه هیچ دردی. فکر میکنم تو خونه نیاز به باند ندارم. پدر عفونت کرده، باندای تازه میذارم. میتونی چیزی ببینی؟ نه، هنوز نه. شاید باید دراز بکشین و استراحت کنین. سفرتون طولانی بوده. بله. داوود کجاست؟ خواهش میکنم، نه تا وقتی این رومی اینجاست. چرا؟ چه اشکالی داره؟ وقتی اون رفت بهتون میگیم پدر. پس راجع به خنوخ میپرسم، پسر خیشم، یونس. در تمام راه، تمام فکرم به عروسی تو بود مریم. پدر، من به خنوخ علاقه ای ندارم. عجب، میدونستم. پس پای جوان دیگه ای وسطه؟
لیلا، آیا این جوان رو تایید میکنی؟ بله موسی عزیزم. واقعیتش موسی، معلوم نیست که این جوانم به سارا علاقه داره یا نه. وقتی تو اینجا نبودی اون خیلی به ما محبت و کمک کرد. کی؟ یعقوب؟ درسته، یعقوبه. خواه میتونست بدتر باشه. باید استراحت کنی، برو. متشکرم. فکر میکنین پدر باز میتونه ببینه؟ نمیتونم بگم. عفونت نمیبایست اینقدر طول میکشید. باورم نمیشه پدر یه سرباز رومی رو آورده باشه خونمون. از رومی ها متنفرم. مریم، فکر میکنی عیسی از رومیا متنفر بود؟ یادت عیسی چی گفت؟ گفت باید به دشمنامون محبت کنیم. همین باعث میشه متفاوت باشیم. توی دنیا برای مردم بخشیدن سخته و فقط به دوستاشون نیکی میکنن، اما خدا به ما محبت کرد حتی وقتی دشمنش بودیم و از ما میخواد همین کارو بکنیم، یعنی محبت به کسانی که به ما بدی میکنن. وقتی به عیسی روی صلیب فکر میکنم می‌بینم که اون حتی مصلوب کنندگان خودش رو بخشی. اون من و تو رو هم می‌بخشه. اگه اون اینقدر به ما محبت کرده، آیا ما نباید اونایی رو که بهمون بدی می‌کنن ببخشی؟ وقتی شما به پدرم کمک می‌کنین همین احساسو دارین؟ مثل این که به دشمنتون محبت میکنی؟ عزیزم، پدرت دشمن من نیست. اون فقط فکر میکنه که هست. این مرهم رو قبل از پانسمان بذار رو چشماش. چشم. آسون نیست که آدم به دشمنش محبت کنه.
هیچ کس نگفته که آسون خواهد بود. باید براش دعا کنی. براش دعا کنم؟ یعقوب بیا تو. مشکلی نیست، میخوایم قبل از این که بره بهش شام بدیم. اونجا کیه؟ چه کسی دم دره؟ یعقوب، یعقوب اینجاست پدر. یعقوب؟ همون جوون؟ بیارش تو. پدرت برگشته؟ بله، ولی نمیتونه ببینه. چشمش صدمه دیده، عفونت کرده و کور شده. لااقل فعلا. متاسفم اینو میشنوم. بیاین پدر، بذارین کمکتون کنم. چرا اومدی اینجا یعقوب؟ خب من عمو جان، من به گوسفندا میرسیدم و زبونت بند اومده. نه خب اینطوری میشه دیگه. واقعا عمو؟ پدرت چی؟ حالش چطوره؟ خیلی خوبه، متشکرم. شما چطورین؟ بهتر شدم. بله متاسفم. خب من دیگه باید برم. باش اگه چیز دیگه ای نیست که به هم بگی بهتره را بیفتی. خدا نگهدارتون. و نمیخوام مشکلی برای ما ایجاد کنی، میفهمی؟ همه چیز باید به درستی انجام بشه. متشکرم. خدا نگهدار. مریم. مریم. دیشب برادرت به دیدنم اومده بود. ازم خواست ببینم حالت خوبه. براش پیغامی نداری؟ چیزی درباره این سرباز بهش نگو. اما بهش بگو پدر برگشته. میخوای بهش بگم برگرده خونه؟ نه. هر وقت امن بود خودش میاد. متشکرم یعقوب. متاسفم که منظورم اینه که پدر و خواهش میکنم. شام حاضره. میشه اول به اون سرباز غذا بدیم و وقتی اون خورد ماها میتونیم بخوریم. Gracias. چرا بعضی از انسان‌ها از هم متنفرند؟
انسانها را برای چه دوست دارید؟ ریفکا چه واکنشی به طرد شدن از طرف موسا نشان داد؟ سخنان عیسی چه چیزی درباره محبت به شما میگویند؟ چگونه می توانید این سخنان را برای خودتان به کار ببرید؟